داستان زندگی ژیلا صادقی، مجری سابق و جنجالی صدا و سیما، داستان عجیبیه. اون هم وقتی در فضای مجازی مدت‌ها خبری از همسرش در کنارش نبود. بعد استوری‌های عجیبی در مورد حال و هوای دلگیرش و البته استوری‌های معناداری هم در مورد خیانت و زندگی مشترکش منتشر کرد. و حالا انتشار فیلم عروسیش که جنجال تازه خانم مجریه. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به انتشار فیلم عروسی ژیلا صادقی در فضای مجازی و البته طعنه اون به آقای بازیگر می‌پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. ژیلا صادقی که مدت‌ها پیش درگیر حواشی زیادی در خصوص طلاق از همسرش در فضای مجازی بود و در یک لایو به این موضوع واکنش نشون داد، حالا با انتشار متن و استوری هایی نسبت به این موضوع واکنش تازه ای داد و مشخص شد که حواشی پیرامون زندگی این مجری صدا و سیما صحیح بوده و حالا ژیلا صادقی درگیر خیانت همسرش هم شده. او حالا مدتیه با انتشار تصاویری از موضوعات مختلف در اینستاگرامش در این خصوص کار مشاوره رو هم انجام میده و مسائل مختلف زندگی رو با طرفدارانش به اشتراک میذاره. ژیلا صادقی مدعی شده بود که یک هنرمند با همسرش رابطه برقرار کرده و باعث شده همسرش بهش خیانت کنه و با این ویدیو با طعنه به او حمله کرده و گفته. اما در مورد این موجود دوپا چه اسمی انتخاب کنیم؟ تنب و طلب، چیپ، زیاد خواه، حتی حیوان هم نسبت به ماده‌ای که باهاش جفتگیری میکنه متعهده. به تو چی بگم؟ چه اسمی انتخاب کنم؟ درد و بلای اون آقایون محترمی که مراقب زندگیشونن، دو دستی به زنشون و زندگیشون چسبیدن و عشق میدن، زنشون رو لبریز از عشق میکنن و خداوند از زمین و زمان براشون میباره و برکت میده، بخوره تو سر توی مردی که فقط اسم مرد رو یدک کشیدی و زیاده خواهی، تنب و طلبی. من ژیلا صادقی بهت پیشنهاد میکنم که پیش روانکاو بری و درمان شی، چون تو بیماری، آگاهانه هم بیماری. اون موجود دوپایی هم که لقب دزد رو من بهش دادم، اونم بیماره، اونم آگاهانه بیماره، اونم عقده های فرو خورده داره، اونم درست تربیت نشده، اونم قطعا بهش یاد ندادن حیا داشتن، حریم داری یعنی چی. پس هر دو بزرگوار لطف بفرمایید مشرف شید برای درمان، لطفا اینقدر این جامعه رو سمی نکنید، اینقدر خلاف جهت رودخونه شنا نکنید، اینقدر با قانون کائنات نجنگید، اینقدر دنیا رو کریه و خاکستری نکنید، کاری نکنید که خدا هم از ما رو برگردونه، کاری نکنید که خدا هم قهر کنه. اما یه سری ها برای من نوشتن که خانم صادقی تو این ولوشوی که میبرن و میکشن و نیستن و نمیدونم بردن و زندانی کردن و اعدام کردن و شلوغی ها شده و فلان شده و اعتراض ها شده و اینا، حالا چه وقت این حرف هاست؟ هرچی جای خودش، اعتراض جای خودش، مشکلاتی که اقتصاد ایجاد کرده در کشور جای خودش، حق طلبی جای خودش، رفتارهای اجتماعی جای خودش، اطلاع رسانی جای خودش، آگاهی دادن جای خودش. خیلی خوب، تو از امروز نهار شام نخور، چون که شرایط اینطوریه دیگه، الان دیگه روز به روز همیشه داره گرون میشه و اقتصاد به هم ریخته و نظم جامعه به هم ریخته و آقا معترضن، آدم ها معترضن، راضی نیستن از زندگیشون. جان کلام، سرکار نرو و دراز رو به قبله، زندگی تو بهم بکنی دیگه، بنا تو باید بیست. او همچنین در این خصوص چند ویدیو و متن منتشر کرده بود و گفته بود موجود دوپای مرد ندیدم، نخوندم، نشنیدم، نه نقل قولی شده، نه تو بیلبوردهای شهر دیدم، نه تو روایت‌ها و تجربیات دیگران به گوشم رسیده،
نه کسی راجبش نوشته به نیکی به خوبی، که کسی از حق زن و بچهش بزنه و خرج این یللی تللی ها و هرزه طلبی هاش بکنه و خیر ببینه. آقایون و محترم، فرض رو بر این بگیریم که دختر کوچولوی شما فردا بزرگ میشه، یه روزی میبینی با چشم پر از عشق، خدا اون روزو نگیره، خدا اون روزو نگیره، با چشم پر از عشق میاد خونه، دلت میخواد دنیا رو آتیش بزنی. میگه چی شده؟ میگه به هم خیانت شده. بابا من فهمیدم شوهرم با یکی دیگه رابطه داره. حالا چند تاش بماند، با یکی دیگه رابطه داره. پدر محترم، اون لحظه دلت میخواد زمین و زمان و چنگ بزنی و اون لحظه دلت میخواد کاری کنی که اون داماد محترمت نفس کشیدن حرامش بشه. حالا الان نگاه نکن دخترت کوچولوه، خیلی دور نیست اون روزی که خدایی نکرده زبانم لال الهی این اتفاق بعد بچه تو بیفته. حالا بیفت دنبال این دخترای، من خیلی عذرخواهی میکنم، من مجبورم که بگم، انگل صفت. تو فکر کنی مثلا عاشق چیه تو شده؟ حالا این زن بچه شده خرج منم میده؟ بابا حالا یه نارم میخورم و عطرام میخورم و لباسم. بذاری خیلی واضح با هم حرف بزنیم. چرا تو الان کتمان کردیم؟ چرا حیا کردیم و گفتیم نگیم؟ هست تو اجتماع هممون داریم میبینیم. زن 60 سالش تجربه کرده، زن 20 سالش تجربه کرده، زیباترین آدم تجربه کرده، زشت‌ترین آدم تجربه کرده، باسوادترین تجربه کرده، بی‌سوادترین تجربه کرده، پولدارترین تجربه کرده، بی پولم تجربه کرده. این زندگی انگلی رو ده نکنیم دیگه. اولا اما ژیلا صادقی با انتشار این فیلم جنجالی از عروسیش نوشته یادتون نره تعهد برکت میاره نه مهریه. تعهد ریشه در اصالت کلام بارداره و این مسئولیت رو بیشتر میکنه. هم آشیان خواهی شدن با من، چون هم آشیان خواهی شدن با من، تمام عم خواهم بود، تمام عم خواهم بود، یک جان در دو تن با تو، یک جان در دو تن با تو، بهشت عشق سازم خانه را، بهشت عشق سازم خانه را، سرشار لبخند و مهر، سرشار لبخند و مهر، عطر و یاسمن با تو، عطر و یاسمن با تو. افتخارشو دست بزن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.